سلام دوستان، به فوری نیوز خوش اومدید. قبل از هر چیزی باید بگم لطفا لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. یک کودک افغان بعد از رسیدن به مرز ایران به تکاوری نیروی زمینی ارتش مستقر در مرز ایران و افغانستان پناه برده. این جمله‌ای بوده که همراه با عکسی در یکی دو روز گذشته حسابی در فضای مجازی دست به دست شده. عکس کودکی در دست یکی از نیروهای ارتشی کشورمون. شبکه خبر در توضیح این عکس که اون رو در کانال تلگرامی خودش منتشر کرده نوشته کودکی افغانی که در درگیری‌های اخیر افغانستان پدر و مادرش رو از دست داده بود تا مرز ایران رسید و حالا در پناه تکاورای تیپ 65 نوهد نیروی زمینی ارتش مستقر در مرز ایران و افغانستان قرار گرفته. این خبر با توجه به وضعیتی که این روزها در افغانستان حاکمه جایی برای تردید در این باقی نگذاشته و موجی از واکنش‌های مثبت و قدرشناسایی مردم رو درباره این اتفاق در پی داشته. واکنش‌هایی که بسیاری از آنها سرشار از احساسات غرورآمیز شده که پناه گرفتن یک کودک در خاک ایران مسببش بوده. خیلی از بازنشر این تصاویر نگذشته که روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی اعلام کرده خبر پناهندگی دختر بچه یتیم در مرز دوقارون کذب بوده و چنین اتفاقی رخ نداده. سرگرد مجتبی بیحقی همچنین اظهار کرده هر گونه اتفاقی در مرز دوقارون صورت بگیره بلافاصله از طریق فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی اعلام میشه و رسانه ها بهتره اخبار رو از منابع موثق دریافت کنند. خیلی خوب، این خبر همینجا به پایان میرسه. ممنونم که تا آخرش با ما بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب لطفاً یادتون نره.